سلام، من مریم هستم، اینجا پارسی تیوی با یه برنامه دیگه اومدیم خدمتتون. این بار در رابطه با خانم الهام حمیدی و حواشی زندگیش، پس تا پایان این ویدیو همراه ما باشید. قبل از شروع دکمه یه لایک رو بزنید و ما رو سابسکرایب کنید و برای اینکه قبل از همه از ویدیوهای ما مطلع بشید و اونا رو ببینید، زنگوله کنارش رو بزنید. الهام خانم حمیدی 8 آذر ماه سال 1356 در شهر تهران متولد شد. لیسانس حسابداری از دانشگاه آزاد رودهن و علاوه بر بازیگری مدتی طراحی لباس می کرده. دو تا برادر کوچیکتر از خودش داره و تجربه یه دو زندگی زناشویی رو هم داره. آشپزیش خیلی خوبه و سعی میکنه هر کاری رو به نحو احسن انجام بده. از بین بازیگرای ایرانی علاقه فراوانی به عزت الله انتظامی و اکبر عبدی داره و از بین خانوما فاطمه معتمدآریا و گوهر خیراندیش رو دوست داره. توی خواننده ها صدای محمد رضا اصفهانی، ناصر عبداللهی و رضا صادقی رو بیشتر از بقیه میپسنده، ولی خب به گفته خودش به هر دوتا موسیقی سنتی و پاپ علاقه‌منده. در جشن خانگی سینما جایزه بهترین نقش مکمل رو از آن خودش کرد تا همگان بیشتر توانایی هاش رو تایید کنند. پدرشون در جوانی تئاتر کار میکرده و عموی پدرش هم گوینده یه رادیو بوده و میشه گفت این استعداد توی خانوادهشون ارثی وجود داشته. اولین بار سال 1363 وقتی 7 ساله بوده با تئاتر بازیگری رو تجربه کرده و تونسته جایزه یه نفر اول منطقه رو بگیره. یه ترم به کلاسای بازیگری رفته و توی همون کلاسا بوده که برای بازی در آوایی در گلستان آقای رامین لباسچی انتخاب میشه. تا به حال در معجزه ازدواج، کوی دامون، نقش سنگ، جوان امروز، مسافری از هند، باران عشق، خیلی دور خیلی نزدیک، زیر تیغ و شوق پرواز بازی کرده. بازی در سینما رو سال 1380 با فیلم دنیا تجربه کرد، اما شروع شهرتش با سریال پرمخاطب مسافری از هند به کارگردانی قاسم جعفری در سال 1382 بود. خانم بازیگر در سال 83 وقتی 27 ساله بود به خاطر بازی در فیلم سینمایی خیلی دور خیلی نزدیک تندیس زرین بهترین بازیگر نقش مکمل زن رو از خانه سینما گرفت. بازی زیبایی او در سریال زیر تیغ در سال 1385 و نقش به یاد موندنیش در سریال یوسف پیامبر در نقش همسر یوزارسیف در سال 87 اونو محبوب تر از گذشته کرد. یه دوره‌ای توی زندگیش تصمیم گرفت برای اینکه یک حاشیه امن اقتصادی داشته باشه مزن لباس بزنه. اما خب شانس همراهیش نمیکنه، به محض ورودش به این حرفه دلار 3 برابر میشه و ضرر میکنه و ورشکستگی رو تجربه میکنه. خانم حمیدی اولین بار سال 1376 در سن 20 سالگی قبل از ورود به عرصه بازیگری و شهرت ازدواج کرد، اما این رابطه دوام چندانی نداشت و خیلی زود به طلاق ختم شد. نهایتاً بعد از 21 سال مجردی در 13 بهمن ماه سال 97 بود که ایشون با انتشار متنی در صفحه اینستاگرامش خبر ازدواجش رو اعلام کرد و چند ماه بعد در آخرین روز از فروردین ماه سال 1398 مراسم ازدواج این بانوی هنرمند در کنار همسرشون آقای علیرضا صادقی برگزار شد. ایشون در رابطه با زیبایی میگه آراستگی و مراقبت از خودم رو جز بایدهای زندگی میدونم. برام مهم نیست لباسم گران قیمت نباشه، اما مهمه که لباس خاص و مناسبی بپوشم. چهره سرمایه یک بازیگر و مرد و زن هم نداره. برای حفظ این سرمایه باید تلاش کرد. من مخالف عملهای زیبایی هستم چون چهره طبیعی رو دوست دارم، اما کارهای مراقبتی رو انجام میدم و از کرمها و لوسیونها برای حفظ شادابی پوست استفاده میکنم. خانم حمیدی در رابطه با علاقه به هنر و سایر هنرهای دیگه اشاره میکنه به اینکه
بسیاری از کارهای هنری از نقاشی و کارهای دستی گرفته تا مزان و طراحی لباس که همه و همه را جست و گریخته و گاهی تفننی و گاهی حرفه‌ای دنبال کردم. اصولا دوست دارم کارهای هنری رو هم تجربه کنم و کار بلد بشم. الهام حمیدی این بازیگر بدور از حاشیه کشورمون در 14 خرداد ماه سال 1399 خبر به دنیا آمدن فرزند پسرش به نام الوین رو رسانه ای کرد که نام خاص این پسر برای طرفداران ایشون جالب بود. هنوز مدت زمان زیادی نگذشته بود که در 22 مهر ماه سال 1400 ایشون در صفحه اینستاگرامش خبر به دنیا آمدن فرزند دومشون که دختره رو داد. با علی دایی همسرشون آشنایی و ارتباط داره و میگه فکر میکنم همسر علی دایی همونطور که نام علی دایی بزرگه لیاقت این نام بزرگ رو داره. ایشون علاوه بر انجام امور خیر بانوی بسیار مهربون و هنرمنده. خانم بازیگر علاقه زیادی به کارهای طنز داره و مطمئنه که خیلی بهتر از نقشهای جدی از عهده‌اش برمیاد. اما خب همیشه نقشهای مثبت و جدی بهشون پیشنهاد شده. اهل سیاست نیست اما میگه چون مسئله سیاسی بر اقتصاد و فرهنگ کشور و مردم تأثیر گذاره برام مهم نیست و سعی کردم همیشه در انتخابات شرکت کنم. او در رابطه با باند بازی سینما اشاره میکنه به اینکه 100% در سینمای ما باند بازی هست. شاید سابق بر این در سینمای ما وجود نداشت اما در حال حاضر رابطه ها بسیار مشخصه. الان یه سری از جوونا یا بازیگرای با استعداد ما توی خونه نشستن و بقیه دوستان توی کارها حضور دارن و بازی میکنن. در خیلی از جاها از جمله سینما مافیا داریم. الان من خیلی‌ها رو میشناسم که مجانی بدون گرفتن پول بازی میکنن تنها برای اینکه دیده بشن و فراموش نشن. گروهی هم هستن که پول میبرن و بازی میکنن که اینا به راحتی ریشه دیگران رو میزنن. مرسی از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظرات و پیشنهادات خودتون رو پایین همین پست با ما به اشتراک بذارید. همچنین اگر هنوز عضو کانال ما نشدید خوشحال میشیم که با عضویتتون از ما و فعالیت هامون حمایت کنید.